خب سلام علیکم، ما قرار بود که یک کمی راجع به منابع و چیزهایی که طی این مدت ها من برای سیستم های پیچیده ساخته بودم حرف بزنیم. اولین جایی که قاعدتا باید چک کنید این سایت complexity.sitepur.org، یکی از پروژه های سیتپوره که به طور خاص راجع به سیستم های پیچیده است و شروعش با یه معرفی خیلی خلاصه است. میتونید روش کلیک کنید باز میشه یه جای دیگه میاد یه همچین چیزی میشه توی سایت سیتبور. یه متنیه که من قبلتر برای برنامه توی برنامه ژرفا نوشته بودم. یه پروژه دیگه شرح پیچیدگیه. این یه داکیومنتیه که در حقیقت آدم های مختلف توی توییتر راجبه که کامپلکسیتی چی هست، راجبه چیه توییت کردن، متخصص های مختلف و ماحصل اون مجموعه توییت ها تبدیل شد به یک دفترچه ای که اینجا میبینید. مثلا اینجا مفاهیم اصلیه، مثلا دینامیک، ایمرجنس، خودساماندهی و و و و شما در نهایت میتونید چیکار کنید؟ این دفترچه رو به زبان های مختلف ببینید، مثلا میتونید به فارسی ببینید. یه داکیومنت پی دی اف که پرینت میشه ما اینو به کمک بچه‌هایی که اسمشون آخر سر ترجمه کردیم و یه دفترچه ترتمیزیه که میشه به آدم ها داد و راجب سیستم های پیچیده بخونن. چیز جالبیه. جا داره که من تشکر کنم از بینو فرشته و محسن که کمک کردن ما اینو ترجمه کردیم. خلاص اینم یه پروژه است که میتونید اطلاعات کلی به دست بیارید. بعد یه متن یه کمی جدیتر هست راجع به اینکه اساسا سیستم های پیچیده معنیشون چیه و این یه متن یه کمی پر تکلفه. چی میگن؟ متن یه قلمبه سلمبه است به خاطر اینکه متن یه ذره جدیه و در حقیقت یک جورایی ترجمه آزادطوری از یک مقاله خیلی معروفه که این آدما نوشتن و خیلی جالبه که الان یک کتاب اتفاقا از دل این مقاله به دست اومده. What is a complex system? What is کتابش؟ آره، این یه کتابیه که این آدم ها کارش مثلا فلسفه علمه، یه خانومه نوشته و میتونید بخونید. اون پست در حقیقت بر اساس چیزی که اینجا میبینید بر اساس اون کتاب نوشته شده. نوشته طولانی هم هست، راجع به مفاهیم مهم حرف میزنه، اینکه غیر خطی بودن چه ربطی داره به پیچیدگی، آیا آشوبناک بودن همون پیچیدگیه. خیلی وقت آدم های سوال ها میپرسن و آشوب و با پیچیدگی اشتباه میگیرن. راجبه نظم خود به خودی و ظهور یک ساختارهای بلند بزرگ مقیاس حرف میزنه، راجبه مسئله روبوسنس حرف میزنه، مسئله ایمرجنس و چیزهای مختلف. خوبه که اینو حتما بخونید. این خب خیلی متن جدیه واسه کسی که علاقه داره به این مسئله. بعد اینجا این ویدیویی که من چند سال پیش توی کنفرانس سار که یه چیزی شبیه تدکس توی تهران گفتم، چرا بیشتر متفاوته است. این جمله معروف موریس دیفرنت از یکی از فیزیکدانهای بزرگی که کمک کرد به این جریان سیستم های پیچیده. بعد یه تعداد پست هست راجع به مفهوم شبکه های پیچیده که میتونید روی هر کدوم از اینا کلیک کنید ببینید، مثلا نظریه گراف علم شبکه. بعد دوباره میاد اینجا میتونید مطلب رو بخونید. اینجا راجع به این حرف زده که گراف تئوری به عنوان این نظریه خیلی قدیمی در ریاضی چطوری کاربردی شده و دیگه ما بجن که بهش بگیم گراف تئوری بهش میگیم شبکه های پیچیده. یا پستای دیگه، این دوتا ویدیو هم راجع به اون تاکایی که من دانشگاه تهران دادم میتونید ببینید. روی هر کدوم از اینا که کلیک کنید میاره و بهتون نشون میده. یعنی حالا این لینک میشه
این هست، اینم قسمت دومشه. علی و من با آرشام راجبه مقاله آخرم صحبت کردم که یه لایوی بود که رسیدیم به این مسئله که علم شبکه چه جوری میتونه دنیارهای متصل شونده به اون سوپر اسپیده خیلی قشنگ بود. این چی دیگه شه؟ و این از اون طرف داستانم. آره، این یه کار خیلی جدیتریه که میتونید ببینید من چیکار کردم. بعد میرسیم به این پادکست از بی پلاس برای علی بندری عزیز که یک کتابی هست که خیلی اسمش زرد به نظر میرسه ولی واقعیت اینه که این شکلی نیست. این کتاب راجع به موفقیت و فرمول موفقیت بر اساس علم شبکه، یعنی اگر فهرستش رو دقت کنید حرفای جالبی میزنه و خلاصه این کتاب علی بندری توی پادکست بی پلاس تعریف کنه، خلاصه کتاب فرمول. و من هم اینجا نظرم رو راجع به این کتاب نوشتم. این آقای باراباشی یکی از آدم‌های معروف توی علم شبکه است که خب ما کتابش هم معرفی کردیم برای کسی که میخواد اینو بخونه. این ویدیو هم که می‌بینید این شکلی شده به خاطر اینکه آپارات هر سری غری میاد سر ما و یه چیزی رو آپدیت می‌کنه خراب میشه. حالا باید برم همه رو برگردونم به یوتیوب. بعد می‌رسیم به اینکه خب حالا آقا من می‌خوام سیستم های پیشرو یاد بگیرم چی کار کنم. قاعدتا راه مختلفه. من یه مطلب اینجا نوشتم برای خیلی کلی، یعنی آقا چه چیزهایی رو به طور کلی باید یاد گرفت. یه نسخه کلیه، واسه همین لزوم نداره که شما قشنگ مو به مو اجراش کنید و به یه جایی برسید. این طرحیه که تو ذهن منه و تقریبا هم اینجوریه که مثلا خب فکر کردم جبر خطی و ماتریس نیازه، بعد سه تا منبع معرفی کردم، فکر کردم حداقل یه چیزایی باید از مکانیک کلاسیک بدونید، یه سری منبع معرفی کردم، باید آمار و احتمال بدونید، یه سری چیز معرفی کردم و همینطور فیزیک آماری، آشوب، شبکه. حالا اینکه شما از کجا شروع کنید و من نمیدونم، یعنی اگر کسی فیزیک خونده باشه من میتونم بگم از کجا برو، ولی واقعا اگر بیرون از فیزیکید این وظیفه خودتونه که چک کنید ببینید دانشی که دارید چیه و حالا مثلا مورد به مورد کاملش کنید. مثلا اگه مکانیک کلاسیک ندیدید یه بار بشینید اینا رو ببینید، یا بشینید یه چیزی رو از اینجا شروع کنید خوندن و منابع هست. اما من نمیتونم نخ تسبیح براتون درست کنم اگر رشتهتون فیزیک نیستین، به خودتون بستگی داره. و در نهایت هم خیلی مهمه که شما میخواین برین روی چه مسئله‌ای به طور جدی کار کنید. این کار من نیست که بتونم به شما خیلی خوب بگم. و یک توصیه دوستانه هم اینجا نوشتم که اگر شما داری سیستم پیچیده میخونید روی چه چیزهایی باید خیلی عمیق و جدی بشید. خیلی مطلب کوتاهه ولی پیشنهاد میکنم که حتما این لینک هایی که اینجا هست رو بخونید و عمل کنید. این چیز مهمی. یک سری دوره من توی دانشگاه شاید بهشت وقت بودم برگزار کردم، مثلا یک بار راجع به فرکتال ها حرف زدم اونجا، میتونید اینو ببینید و ببینید. مثلا یه نفری از من پرسیده بود منابع برای یادگیری فرکتال ها چی. خب همین الان اومد دو تا چیز توی این ویدیو من راجع به این چیزا حرف زدم و یه به نظرم یه ویدیویی که میارزه یک بار آدم ببینه تا کلیت فرکتال ها و مفاهیم مخیلسی مرادش به دست بیاد. و بعد هم یک دوره برگزار کردم توی دانشگاه بهشتی به اسم دوره مقدمه بر بازبهنجارش. 5 تا موضوع گفتم توش، موضوعی که مختلف هم میتونید ببینید. این کار به کمک بهار عزیز انجام شد و ویدیو ها الان تقریبا خیلی خوب. موضوع ایران آرژانتینه و این یک تصویری از این ترک کنید واسه از فشار خلاصه این تمام چیزی بود که من دنبال کردم این مدت و درست کردم برای سیستم های پیچیده. میتونید توییتر منو فالو کنید، این آدرس من توی توییتر. و این 195 نفری که من دارم فالو میکنم آدم، من توییترم کاملا کاری، برای همین متأسفانه دوستانم رو دنبال نمی کنم. خیلی فضا فضای کاری و حرفه‌ایه و توییتر فارسی نیست.
اصلا اگر دوست دارید ببینید که من کیا رو دنبال میکنم، چون اینم اون آدم که به رشته ما مربوطن، بیاین به این لیست نگاه کنید ببینید که مثلا هر کدوم از این آدم ها همطور که میبینید آدم های دانشگاهی هستن که توی یه حوزه دارن کار میکنن، مثلا این سینایی که توی گفتگو با همون بود، و بعد آدم های مختلف، مثلا کیارا پژوهشگر جدی تو امر اپیدمی، و و و این نورد فورس کمپ همون چیزی که گفتم ما عضوش هستیم، یه پروژه داریم به اسم نوردی کووید ماس پروژکت که به دولت‌های شمال اروپا توصیه‌های علمی میدیم. خلاصه میتونید از این بین این آدم‌ها انتخاب کنید. اگر علاقه من به اپلای کردن و این قصه هم هستید، این لیست شاید بهتون آدم‌هایی که جالب باشن برای دنبال کردن رو بده. خلاصه که این پروژه هایی که من دنبال کردم و تا امروز بهتون نشون دادم، تلگراممون که میشناسید، یوتیوب و اینستاگراممون هم که قاعدتاً میدونید. یه چیز دیگه که خوبه بهتون نشون بدم، این سایت کامپلکسیتی اکسپلوررره، این برای مؤسسه سانتافه است و اینجا یک عالم کورس ها و دوره های مقدماتی و یک کمی حتی پیشرفته کوتاه وجود داره برای کسایی که میخوان سیستم پی سی یاد بگیرن. من به شدت پیشنهاد میکنم، خیلی دورهای خوبیه، خیلی چیزای قشنگی اینجا گفتن، واقعا دستشون درد نکنه. من بخش زیادیشو در دوران لیسانس و فوق لیسانس هم دیدم و فوق العاده‌اند. به نظرم حتما دنبال کنید. فکر کنم این کورسشون جدید داره شروع میشه، کامپیوتیشن این کامپلکس سیستمز، خیلی چیز قشنگیه. اینجا این دوره رندوم واکس سیدریتنر رو حتما بهتون توصیه میکنم. ایشون یک فیزیک آمریکایی درجه یکیه و این دوره فوق‌العاده است. یه ابزار دیگه که خیلی بامزه است به نظرم کامپلکسیتی اکسپلوربله. اینجا یک عالم ایده های خفن برای شبیه سازی و شهود پیدا کردن هست. یعنی کافیه شما برید و یک چیزی رو پیدا کنید. مثلا چه میدونم، بیاییم به این مسئله ایمنی گله یا هرد ایمیونیتی نگاه کنید. اینجا داره توضیح میده که اگر جامعه مثلا شبکه‌ای برهمکنش نکنه، اون موقع این قرمز آلوده باشن، با چه سرعتی مثلا آدم ها میتونن آلوده بشن. بچه ها میتونید به شبکه بدید، مثلا یک شبکه ایستاه، میتونید به شبکه دینامیکدار بدید، میتونید روی یک اصطلاحا لتیس بنشونیدشون و و و و. این توضیح هر مدلی که اینجا اصطلاحا آورده بهتون توضیح میده، پایینش نوشته ایده چیه، مقاله های مرتبط رو میده و یکی از بهترین جاهاست و فوق العاده است. یه پروژه دیگه هم، یک چیزی هم هست به اسم نت لوگو. نت لوگو در حقیقت یک ابزار محاسباتی ایجنت بیس مدلینگه. شما میتونید اینو دانلود کنید، کار آموزشی، کار حرفه‌ای نیست، ولی میتونید باش کلی چیزای بامزه رو مدل کنید و ببینید. خلاصه که اینها چیزایی بود که به نظرم خوب بود بدونید راجع به سیستم‌های پیچیده، و دنبال کنید ما رو، ببینیم که چی میگذره. سوال خاصی هم داشتید به من ایمیل بزنید. خوش باشید و امیدوارم که در چیزی که من بلد بودم و خوب براتون تعریف کرده باشه.